مرحوم مقانی در جلد سوم تنقیح المقال فی علم الرجال میگوید: اقول و زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب یا عقیلت و بنی هاشم یا فی العبادت ثانیت و امه الزهرا سلام الله علیها. فرمود من میگم زینب، تو میشنوی زینب، اما کی میتونه درک کند که زینب کیست؟ او در عبادت دومی مادرش زهرا سلام الله علیها. بعد روایت نقل میکند، میفرماید در شب 11 حضرت سجاد فرمودند وقت عمم زینب بچه ها رو از تو بیابون جمع کرد، سر و سامان داد، کنار تل زینبی ایستاد، اون شب هم نافله شب شخون که اگر یکی از غمهای عاشورا رو به کوه نازل میکردی کوه آب میشد. یک زن این همه غم، به قول عمان سامانی زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو مرد آفرین روزگار، این همه غم این همه داغ برای یک بانو. حالا آخر شب کنار تل زینبیه به ایست نافله شب بخواند، که علامه جزائری در خصائص زینبیش میگه شب 11 همه ملائکت الله از خلقت زینب تعجب کردن، انگشت حیرت به دهان گرفتن، چه اعجوبه ایست این بانو، آخه عاشورا که روز معمولی نبود که. و میفرماید عمم زینب سلام الله علیها در طول این راه یک شب نافله شبشو ترک نکرد، ولی یه شب دیدم تصلی من جلوس، عمم نشسته خون نافلش. سوال کردم عمتی زینب چه شد امشب نافلتو نشسته خوند؟ فرمودن روز یه قرسنان سهمیه یتیمان حسینم، قرسنان هم به بچه ها رو سیر نمی کنه، بچه ها گرسنه می مونن. 3 من سهمیه نانم و به یتیمان حسین دادم، امشب دیدم این زانوانم قوت نداره که به ایستم نافله بخوانم، نافلم و نشسته خون. هر وقتم نافله می خون بیاد حسین خیلی گریه می کن. چون برادر وقت خاص ازش جدا بشه چند تا وصیت بهش کرد، یکی این بود: یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، تو نماز شب حسین رو فراموش نکنی. نزا بیبی وقت دستشو بلند میکرد تو نماز بتر، یاد جمله حسین میفتاد، گریه میکرد، عشق میرد. چه زینبی سلام الله علیها، چه مقامی دارد. مرحوم مقانی روایت نقل میکند، میفرماید مشغول تلاوت قرآن بود ابی عبدالله حسین، زینب کبرا وارد شد، تا وارد شد حسین قرآن رو بوسید، گذاشت کنار، احتراما به تمام قد در مقابل زینب ایستاد اجلالا لها. و این علاقه ای هم که بوده علاقه معمولی نبوده، علاقه دیگه ای بوده. علامه جزائری فرماد وقتی که پیغمبر از سفر اومد، اومد برای نامگذاری بی بی زینب، حضرت زینب سلام الله علیها گریه می کردن، حسین عزیز رو صدا زد پیغمبر، آن این قنداقه رو بغل گرفت، سید و شهدا سرش رو برد پایین، یک کلامی در گوش گفت، زینب آرام شد، دیگه گریه نکرد. علامه میگه هیچ کس نفهمیده چی گفته، چی گفته اینجا مفهوم نبوده، هیچ کس نشنیده که چی بود. ایشون هم به عنوان یحتمل میگه، میگن احتمال میدم که ابی عبدالله فرموده باشن زینبم گریه ها تو بذار برای کربلا،
گریه هاتو بزو برای کربلا.